جت‌های نیروی هوایی عراق روز پنجشنبه مواضع شورشیان اسلامگرا در استان انبار را هدف قرار دادند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد شورشیان مسلح که هدف حمله قرار گرفتند متعلق به گروه دولت اسلامی عراق و سوریه است. گروه دولت اسلامی عراق و سوریه یکی از گروه‌های عمده اسلامگرا است که در سوریه به جنگ مشغول است. این گروه که با القاعده ارتباط دارد در مناطق سنی نشین عراق و سوریه فعالیت دارند. برخورد و خشونت‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌ها به ویژه در حالی که نوری المالکی نخست وزیر شیعه عراق تلاش می‌کند موقعیت خود را در انتخابات پارلمانی سال 2014 حفظ کند ادامه می‌یابد. برخی تحلیلگران سیاسی حمله به مواضع شورشیان در استان انبار را ناشی از اهداف سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی عراق می‌دانند. المالکی می‌خواهد در استان انبار امنیت و بهبود سیاسی ایجاد کند، ولی در عین حال نمی‌خواهد به سیاستمداران سنی که او همیشه آنها را به دخالت در خشونت متهم کرده مزیت‌هایی بدهد. از سوی دیگر این سیاستمداران تلاش می‌کنند در آستانه انتخابات پارلمانی در ماه آوریل 2014 با استفاده از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی عراق و سوریه کنترل و نفوذ سیاسی به دست آورند. بنابراین آنها سعی می‌کنند توسط نیروهای مردمی و نه نیروهای المالکی گروه دولت اسلامی عراق و سوریه را از استان بیرون برانند. در نتیجه عملیات نظامی در انبار به منظور اهداف سیاسی است. علی السرای عملیات نظامی در انبار در غرب عراق را در ارتباط با جنگ سوریه می‌داند. لن يعرف الطبيعه الجغرافيه لمحافظه الانبار. کسانی که با موقعیت جغرافیایی استان آشنایی دارند می دانند که بخش بزرگی از آن گذرگاه گروه های مسلح از عراق به سوریه و از سوریه به عراق است. در نتیجه هماهنگی مشترکی بین اردن، عراق و ایالات متحده ایجاد شده و به این دلیل عملیات نظامی و حمله های هوایی صورت می گیرد. خشونت در عراق از سال 2006 و 2007 که آن کشور صحنه جنگ های فرقه‌ای بود تا کنون به بالاترین میزان خود رسیده است. نیا شاهزبان، صدای آمریکا.